سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان و همراهان عزیز پیک شادی. امیدواریم که در هر کجای دنیا که هستید سالم و سلامت باشید و در یکی دیگه از برنامه‌های پیک شادی فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در هفته‌ای که گذشت شاهد پیروزی درخشان مقاومت ایران در جریان دادگاه آنتفر بودیم و ما هم به سهم خودمون این پیروزی رو به شما عزیزان شاد باش میگیم. این روزا از یک طرف شاهد از همگسیختگی و زوال دیکتاتوری ولایت فقیه هستیم و از طرف دیگه جنبش مقاومت مردم ایران روز به روز در حال پیشروی و اعتلا است. رژیم آخوندی در محاصره بحران‌ها دست و پا می‌زنه و جنگ گرگ‌ها شدت بسیاری پیدا کرده. در هر حال سمت و سوی تحولات در راستای همون آرزوی مشترک ما، یعنی رویش لبخند بر لب‌ها و جوشش شادی در دلهای مردم ایرانه. با این امید که برنامه این هفتمون مورد توجهتون قرار بگیره، ازتون دعوت میکنیم که بیننده بخش خبر تو خبر باشید. هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از بحران گرونی و خر آخوند رئیسی که توی گل گیر کرد و مجبور شد معاونش رو بفرسته تا این اراجیف رو بگه. منتها در حد خودم واقعا به آینده نظام خوشبینم. دولت از این که آدم به اسلام محتاج به صورت حاد در کشور وجود نداشته باشه بسیار مصره. یعنی نمیدونم هر چند جمله‌ای که آقای رئیسی گفته یکیش دیدی همین بوده. بله. تو این قصه همین که میگن سید محرومونه هم مال همینه خلاص. بله این شما و این همیه چشمه از کارهایی که آخوند رئیسی برای محرومین کرده. سلام صبحتون بخیر. آقایونی که میرید به این یمن و سوریه و کمک به مردمتون آکان، اینجا استان هرمزگانه، هشبندیه، بند خدا پول ندارن خونه برای خودشون درست کنن، همه تو چادر دارن زندگی میکنن با بدترین حالت ممکن. این هم پاسخ مردم ایزه به آخوند رئیسی و دزدیاش. حالا دیگه خود مهره‌های رژیمم به نفرت مردم از این رژیم اعتراف میکنن. قیمت چی در این کشور ثابت بوده که یارانه مردم ثابته؟ به فرض این که شما یارانه آرد بدید، افزایش قیمت سایر کالاها یارانش چی میشه؟ افزایش اون رو ملت از کجا تامین کنه؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه‌های انتخاباتی میریم جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟ مردم یادشون نرفته که همین آخوند رئیسی در زمان تبلیغات نمایشش برای انتخابات چه وعده وعیدایی میداد. اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت رو چطور مردم تحمل کنن؟ منظورش این بود که چرا فقط بعضی جنسا گرون شده؟ باید همه جنس ها گرون بشه. حکایت رانندگیشه که میخواست پشت فرمون بشینه اما اینطوری شد. این هم تیکه پرونی اعضای استبل ولایت به رئیس جمهور نورچشمی عظما.
امروز آقای رئیسی، آقای ساداتی نژاد، آقای خاندوزی، شما یک اسب لنگی دارید که میخواد برد تو مسابقه، میخواد برد جنگ اقتصادی. این اسب لنگ رو عوضش کنید. مشنگستان این هفته رو با حرفای سبزعلی رضایی توی تیویری شروع میکنیم که خودش به اندازه کافی گویاست. قطعیت گفته میشه، اما مردم مطمئن باشن. این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم. بله، خودشون رو کنار مردم نمیدونن. خودشون رو کنار دیکتاتورها و مزدورای رنگ و رنگشون میدونن. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار آقای اسد به موفقیت‌های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی اشاره کردند و گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند. خلاصه ای که پاسدار سبزعلی رضایی هنوز از چاله یه سوتی در نیومده، میفته تو چاله سوتی بعدی. جنس ها رو که گرون کردن هیچی، وقتی یه نفرم میخواد جنسی رو ارزون بفروشه این بلا رو سرش میاره. میوه فروشی داره ارزون میده، شهرداری اومده گیر داده بهش میگه چرا ارزون میدی؟ نکنید قیمت ها اصلا توی خود تروار هم این قیمت ها رو نمیده، این منده خدا داره میده، الان دارن میخوان مغازش رو ببندن، چرا ارزون میدی؟ توی این وضعیت آخوندا طبق معمول مشغول فرافکنی هستند و برای گرون کردن هر جنسی یه توجیه میتراشن. همین موضوع تبدیل به سوژه ترس تو فضای مجازی شده. و اما یک گزارش ببینید از یک ماده غذایی خوشمزه ولی بسیار خطرناک. قیمت ماکارونی توی کشور ما خیلی زیاده و به این خاطر خیلی خوشحالیم، چون میدونید ماکارونی واقعا ماده غذایی خیلی مضری. من تو چند سال پیش ماکارونی زیاد می‌خوردم که باعث شده بود پوستم کعیر بزنه، دستام از کار بیفته، حتی سرطان لوزالمعده بگیرم. اما خوشبختانه با گرون شدن ماکارونی الان خیلی وقته حتی سرما هم نخوردم. به نظر من این یک توطئه استعماریه که سعی داره ماکارونی رو در جهان سوم ارزون نگه داره تا مردم مظلوم فقیر هی ماکارونی بخورن و مریض بشن. یکی از توجیهات آخوندا اینه که الان همه جای دنیا گرونی شده و کارش هم نمیشه کرد. این هم پاسخ یه هموطن به این خالی بندی آخوندا. خانم آقایان درود بر شما. آقا من دیشب دیدم صدا و سیمای ملی داره خودشو پاره میکنه که اروپا رو، اقتصاد اروپا رو بحران گرفته، اروپایی ها اصلا هیچی ندارن بخورن، دارن میبینن روسیه به اوکراین حمله کرده، آقا اصلا ترکیدن، اصلا اروپایی دیگه الان دیگه اصلا تورم گرفته که دیگه نزدیک بمیرن. خیلی خوب ببینید، یه تخم مرغ هشتایی خریدم با کیفیت، یه گوجه از این گوجه خوشگلا خریدم، یه پنیر اورجینال خریدم گوسفندی خیلی خوشمزه است، یه کره صبحانه خریدم، یه ناگت مرغ خریدم که سه تا توشه و اوکیه، دو تا اسپاگتی گرفتم، یه کیلو موز خریدم، یه بسته ماهی سالمونی که دو تا قطعه توشه خریدم، نیم کیلو گوشت بوغلمون خریدم، یه تخم مرغ دیگه گرفتم که این تخم مرغ از این قهوه‌ای است و لارج ایکس لارج خیلی بزرگه، شش تاییه، یه کنسرو ذرت گرفتم که تو چیز می‌ریزن سالاد و این حرفا، دو کیلو یه بسته سیب زمینی گرفتم که از این دو کیلویی است، آماده است، خیلی به صرفه است، یه ماست پرچرب گرفتم که 10% چربی داره و یه روغن گرفتم که خدمت شما عرض کنم سرخ کردنی. تمام این اقلامو من اینجا گرفتم 18 یورو و 30 سنت، 18 یورو و 30 سنت حقوق یک ساعت و نیمه،
یک کارگر صفره، کارگری که صفر صفره، یعنی کارگر ساده ساده، 18.30 سنت. تمام این اقلام شد 18.30 سنت. حالا همینو تو ایران بخواد کسی بخره باید زندگیشو از صفر شروع بکنه، تازه با این کیفیت هم نیست. آقای صدا و سیما، خودتو پاره نکن. خب خودتو پاره نکن، شما مدیریت بلد نیستی، مردم دارن فلاکت میکشن. سیسمونی گیت خالی باف هم همچنان سوژه طنزها و ترانه ها در فضای مجازیه. ایداد ایداد، من از این همه تبعیض و تناقض شمریزم، چی میخوای؟ خب گلم بیست چمدون، سیسمونی کافیه عزیزم. لبتر کنی پاسپورت توی هر کشور رو دارین، همه غرق دلارین، بروتون نمیارین. ما لبتر بکنیم یا نکنیم فرقی نداریم، همه تخت فشاریم، یه عمری سرکاریم. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به کارخونه دانش بنیان امامزاده سازی بزنیم که تنها کارخونه پر رونق تو نظام ولایته. اینجا رو که میبینی هم کارگاه امامزاده سازیه، امامزاده نو دست دوم، کار کرده 0 کیلومتر، اما اقسامش از تولید به مصرف. تیویریش برای بچه ها انیمیشن درست کرده، موضوعش بمبگذاری توی قطاره. میدونم میخواستی قطار رو قبل از رسیدن به ایسکا منفجر کنی احمد، ولی باید صبر کنی من و فرهان تو ایسکا از قطار پیاده بشیم بعد نقشت رو اجرا کنی. اگه نتونستید پیاده بشید چی؟ میتونم، تو فقط به چند تا از دوستات بگو که اونجا منتظر ما باشن. شما نباید سوار اون قطار بشید. بمبم من میبرم ایسکا، اینجوری خطرش کمتره. یه جوان کانادایی اخیراً فارسی یاد گرفته، بعد حرفای یکی از مجریای تیویلیش رو براش گذاشتن، واکنشش رو خودتون ببینید. آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، با غرور زندگی بکنی ولی مغرور نباشی. خب به نظر من میتونه آدم از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. من اگر بد بودم موقعا بد بودم، اگر خوب بودم موقعا خوب بودم. اگر سعی نکنی که عوض بشی، مجبوری عوضی بشی. وقتی که عوضی میشی دیگه بد میشی، بهتر که اتفاقا عوض بشی. این که دیگران قضاوتت میکنن، قضاوتت میکنن. یه نفر نوشت، یه نفر خوند، بازم نوشت، بازم خوند. اونی که نوشت مرد، اونی که میخوند موند. حالا من مینویسم تو بخون، من میمیرم تو بمون. آقا چی میگی؟ در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه هموطن جلب می‌کنیم که خودش یه تنه دوبلور چندین کاراکتره. آخرین باره کلون به چای خوب و نازنین ما کجا قراره بریم؟ بله داره میریم جاست. نمیدونی چقدر منظرهای زیبایی داره. با بروجک خوب و نازنین ما میریم. وای ما بروجک ها گوشبال ها میشه، نمیدونی چقدر مزه داره بازی بشدی. آها ما هم دوست داریم بیاییم جاست را ببینیم، نمیدانی چه مزه‌ای دارد. هفت آبادی از تهران فرار میکنیم. خب دیگه اگه تون قراره میرین جاست بری ویشتی کن و این بر این بر، خب منم میام با کارمن کوچولو. خالصالان آفرین بچه های خوب نازنینه، بیرم همه جا رو میچردیم. وای پسر نمیدونی چه مزه‌ای دار. خدا شاید تهران بیدارد در بیریم مرد برداشتی فرار کردی. تهران فقط شده دود و گاگایل. میبینی نورمن؟ منم دوست دارم برم شهر رو بگردم، خوشبالم نمیدونی چه مزهی داره. منم عاشق شهر گردیم، از دوست دارم برم کردستان و سنندجم بگیرم. این صدای ماره یه هنوز قسمتمی نشده. های خدای بداد ما برست. پدر منم میخوام با شما بیام، میخوام بیام مردم با صفای شهرها را ببینم. ها فریم بر توی مارکوی عزیزم، با یکدیگر خواهیم رفت و از نزدیک با چهره ها رو مردمان آشنا خواهیم شد. اینجا جاست بس با مردمانی مهربان و دلسوز. اینجا کارهای کشاورزی انجام میدن، ولی متاسفانه الان که داریم میبینیم دارن راخته.
آخوند رئیسی دو تا شگرد شناخته شده داره که البته هر دوی این شگردها لو رفته و نخنماست. یکی از ترفندهای این آخوند جلاد انشاءالله درمانی و باید تراپیه. در برابر هر مشکل و موزلی میگه انشاءالله درست میشه. قیمتها باید پایین بیاد. تورم اصلا حق نداره افزایش پیدا کنه. قیمت نون که اصلا بیخود میکنه بالا بره. خلاصه یه جوری حرف میزنه که انگار قیمتها منتظر دستور این آخوند هستن. شگرد دیگر این جلاد مثل باقی همریشانش دروغویه. یه روز میگه روند تورم کاهشیه. یه روز میگه شاخص اقتصادی رشد کرده. یه روز میگه حقوقها را افزایش دادیم. خلاصه این ملغمه عجیب و غریب اسمش رئیس جمهور رژیم آخوندیه که در تناقض‌گویی و پشت هم اندازی و دروغ‌گویی با بقیه آخوندها به شدت در رقابته. با این مقدمه بریم سراغ آقا جونینا و ببینیم با دروغ‌های آخوند رئیسی و این وضعیت اقتصادی چه می‌کنن. بیاد یا این همینجا وایسیم تا اتوبوس برسه بابا. آقا جان کف پام تاول زده. چرا؟ هیچ وقت تو مخیلم نمی گنجید که برای یه بسته ماکارانی مغازه‌ی 4 تا خیابان زیر پا بذاریم. اونم با چند برابر قیمت روزای قبل. خسرو دو دستی ماکارانی رو بچست یه وقت از دستت قاب نزنن ببرم پسر. 19000 تومن پولشو دادم. آقا جان با این وضع گرانی داریم به خرید نخی ماکارانی نزدیک میشیم. میریم مغازه میگیم دو نخ ماکارونی بده لایت باشه. میگم از صدق سری رئیس جمهور شیش کلاسه قیمت هر روز یه جوری بالا پایی میشه که قیمت های ماهی پیش نوستالژی نیزان میشن. ماکرونی 19000 تومان آخه. یادت آقا جان وقتی گوش گران شد سرآشپز مالکش های صدای سیما آشپزی با ماکارونی و سویا آموزش میدادن. اما حالا که ماکارونی و نون گران شده فکر کنم باید شروع پروانه آموزش بدن. بابا جان فانتزیامون از خرید خونه و ماشین رسیده به گرفتن 5 تا نون و یه بسته ماکارونی. الهی زیر گل بری عزما. وای 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 آقا سفتر کی جان قربان بدبخت شدیم و رفت. چی شد چی شد؟ ماکارونی از دست خود رفت ها؟ ای پسره یه سر به هوا. نه بابا ماکارونی چیه؟ صاحب کنه تو علی خانم داره مستقیم میاد اینجا. حواست کجاست آخه؟ ای بخشتیشان این اینجا چی کار میکنه آخه؟ همیشه همین جوریه. کافیه بنا بذاری یکی رو نبینی باهاش روبرو نشی. تو یه کوچه خلوت تو کلکته هندوستان داری بستنی میخوری یهو از روبرو در میاد. خسرو ماکارونی رو سرش کن نبینه پسر یه وقت فکر کنه وضعمون خوب شده. بابا ماکارونی خریدیم ویلا تو پاسی هیلز نخریدیم که آقا جان. به به آقا سفتر مستجر فراری ما پارسال دوست امسال آشنا پیکنیک تشریف داشتی؟ پیکنیک؟ عالی خانم ما تو این دنیا فانوس هم نداریم. تو خونه طاووس داریم سر و بعض جیبتون خوب شده ها. به به ماکارونی هم که خریدین غذای لاکچری میخواید بخورین؟ خسرو الهی به زمین گرم بشینیم و مخفی کاری. آقا جان به گمانم عینکش لیزر داره و الهی به عقلش هم نمیریزی که تو زمین چیزه. چی داریم پچ پچ میکنی با خودتون؟ هیچی با خدا ذکر خیلی شما بود. داداش تو کما بود؟ مگه داداش هم داری تو؟ اگه باز کسی رو آوردین تو اتاق باید اجاره رو ببریم بالا. عالی خانوم خسرو اصلا داداش نداره. اداره کردن همین یکی هم از سر من زیاده. خیلی ممنون آقا جان که این همه هوای منو داری. آقا سفتر 3 ماهه که اجاره خونه عقب افتاده حالا دیگه چه بهونه‌ای میخوای سر هم بکنی؟ عالی خانم شما که میدونی دستم تنگه. الان حساب بانکیم از بس خالیه ترنکبوت بسته. خسرو در کاپوتو بسته؟ ماشینم دارید؟ به 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 مسافرکشی هم میکنی پس؟ ای خدا بدبخت شدم رفت. ماشین؟ آخه ماشتی خانم اگه ماشین داشتیم میشه بگی پس این خسرو تو ایستگاه اتوبوس چی غلطی داره میکنه؟ آقا چرا همه تون از من مایه میذارین؟ یه کمی هم از دیوار خودتون بالا برین. بالاخره جواب منو ندادی علی خانم.
صفدر خان، پس این بچه داداشت حرفم میزنه. تا حالا فکر میکردم از این فیلم های صامته که باید موزیک مد زیرش بذارن. آلیا خانم، منم همیشه بازی‌نویس چسبیدن دیگاش میکنم. ببین صفدر خان، نگران نباش، داشتم با هاتون شوخی میکردم ننه. من هم از وضع مالی شما خبر دارم، هم از وضع مالی تمام اهل محل که این عظمای ذلیل مرده خونش رو تو شیشه کرده. علی خانم، یعنی که تا الان میگفتی وضعتون خوبه، ماشینی نه منتفیه؟ نقشه کدوم کشور منحنیه؟ هیچ کدوم، اصلا نقشه اسکلت من منحنیه. فقط اگه میشه یکم اجاره رو عقب بنداز علی خانم تا دستمالم باز شه. خوب نمیفهمم چی میگی، صداتون پایینه، ولی هر وقت داشتی اجاره رو بده. الانم همه تون جمعی نهار بیاین خونه من، یه دم پختکی درست کردم بدم بخورین جون بگیرین ننه. بعدشم بشینیم با هم بحث سیاسی بکنیم، ببینیم چی کار کنیم این عظمای ذلیل مرده رو زودتر چالش کنیم تا حال و روز مردم عوض بشه. آقا جان، میگم این صاحبخانه ما چه انسان شریفیه. آره والا، خدایا به همه مستجرها یه دونه از این صاحبخونه با معرفت ما عنایت بفرما. الهی آمین. یکی چو خوب شنید؟ کی رفته تو تشت شنید؟ خسرو. این روزا بحران درونی رژیم اوج گرفته و وضعیت طوریه که حتی در درون باند خامنه‌ای هم گورکا به جون همدیگه افتادن. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با بابک. بابک، اوضاع رژیم چرا اینجوری شده؟ اینکه خامنه‌ای میخواست با آوردن رئیسی یک دست بکنه نظامو، چرا اینجوری شد؟ الان خلاصه بگم، حاکمیت یک دست ولایی تبدیل شده به یک حاکمیت تیکه پاره و آشولاش. الان وضعیت نظام، همین رژیمی که خامنه ای سرشه، مثل شهر بیکلانتره. همه دارن واسه همه
هفتیر میکشن. یعنی گرگای باند غالب، اینم باند خود خامنه ای که تا دیروز اختلافاتشون حداقل علنی نبود، الان دیگه رو دارن همدیگه رو میدنن. الان تنها ساختار یه دسته که میشه بهش گفت یه دست، خود خامنه ای که یه دست بیشتر نداره. بله، البته به نظر میرسید قبلا زیاد اینا با هم کاری نداشتن، چون بالاخره سرشون تو یه آخر بود. الان به چرا اینجوری شد؟ ببین همشون الان سرشون تو یه آخره هست. از باند اصولگرای جلاد تا اصلاح طلب شیاط همه تو یه آخرن، همون آره. آخر خامنه ای مونتا دعوا سر اندازه آخر، ملاتی که تو آخر میریزن آره. چند تا آخر به کی میرسه؟ چند تا آخر به کی میرسه؟ دعوا سر اونه. آره، اینا قانونشون مثل قانون آمین با باکتریه، همیشه باید خودشون رو نصف کنن، نصف نکنن اصلا بقا از بقاشون میفته، اصلا ادامه نداره بقاشون. آره، اینم بهت بگم قانون پایه‌ای تو این رژیم آدمکشا اینه، کسی با کسی رفیق نیست، همه رقیبن. اگه مقطعی هم با هم رفیق میشن، میخوان یه رقیب مشترک رو بندازن. آره، بعد بیان سر حساب هم دیگه رو برسن. پس خلاصش اینه که خامنه‌ای در واقع میراخوره. بله، علاوه بر میراخور یه نقش دیگه هم داره. موقعی که وضعیت نظام بحرانی میشه، کار همون میمونه رو میکنه. چی کار کرد میمونه؟ کدوم میمون؟ این دانشمندا برای اینکه میزان فداکاری میمون‌ها رو چک کنن، حالا نمی‌دونم چرا یه دفعه یاد فداکاری میمون‌ها افتاده. یک قفسی گذاشته بودن، یک میمون با رفقاش تو اون قفس بود. آها، همون گویا بچه‌هاش بودن، بچه‌ها میمون بودن. بچه‌هاش دیگه بدتر، من میگم رفقاش بودن. آره. کف این قفس هم فلزی بود، داغ کردن تا جایی که قابل تحمل بود. میمون‌ها میگفتن میخندن، حالا گفتن که نمیتونن، فقط میخندیدن. اون جایی که پاش رو کرد به سوختن، اون میمون گنده برداشت دو تا میمون رو گذاشت زیر پاش که پاش نسوزه. خامنه‌ای هم گاهی موقع تو رژیم، گاهی موقعی که اکثر مواقع همین کارو آره میکنه. اخیراً هم یعنی مدت پیشم دو تا لاریجانی رو گذاشت زیر پاش که تو اجاق بسوزن خودش سالم بمونه. منتها فرق لاریجانی با اون میمونه چیه؟ اون میمونه دیگه زیر پای اون رئیس سوخت، ولی آره. لاریجانی گفت اگه من بسوزم سینما مخزن الاسرار. یعنی یه فرقی داره. آره، یعنی بذار بیام بیرون یه اجاقو کم کن شو. بله بله، دقیقاً یه فرقی هم با اون میمونه داره. آره، البته سر این خامنه‌ای، سر آوردن رئیسی، اولش که می‌خواست بیارتش خیلی فیگور گرفت و تعریف و تمجید کرد و بعد دیگه زد رئیسی رو زد تو سر بقیه آخوندا. بله، این داستانش مثل داستان تعریف سوسی از بچه‌ش دیگه، میگفت قربون دستپای بلولید بره. تعریفای خامنه‌ای از رئیسی تو این دستگاه. این تعریف و تمجید برای این بود که این خیلی آدم، حتی تو خود رژیم هم آدم بی وجود و بی هویتیه. یعنی تو خود مجموعه بی هویت‌های رژیم این از همه بی هویت‌تره. بعد آدمی هم هست که سابقه به اصطلاح خودشون مدیریتی، یعنی دزدی‌های در مواضع اجرایی نداره، بیشتر تو قضایی و آدمکشی اینا بوده. بله، خامنه این کارو کرد که به پاش نپیچن، رفقاش هم اونجا چیزی نگذاشتن، براش نگه داشتن که بعداً سر فرصت حسابش بزنن. همین بله. کاری که الان دارن میکنن، یعنی دارن سر همین موضوع اقتصادی و بله. معیشت مردم میگن خراب کردی، میزنن تو سرش بله. موضوع گرانی‌ها رو. بله، ببین رابطه رئیسی با اقتصاد، من خلاصه کنم اون شعر سعدی که شنیدید، رابطه اینه که شما بخواید یه گردو رو گنبد نگه دارید. این انقدر بی سواد و انقدر خالی از شعور سر نه علم اقتصاد، کلا علم و مقولاتی که به مغز بشر برمیگرده، که ایمن آبادی که خودش از نماینده‌های سابق مجلس، اعضای سابق مجلسه، که خودش اصلا علم و تحصیل و سسول بازی میدونه، گفته بود که بابا قبل از ریاست جمهوری بیاد به این رئیسی چند کلام علم اقتصاد یاد بده. یعنی اونقدر عزا شورش در اومده که خود مردشون هم داره گریه میکنه. یعنی همین رفقاش. البته بابک اون این رئیسی همون دوره انتخابات، هنوز خودش رئیس جمهور نبود، خیلی فیگور اقتصاد میگرفت، قصه میخورد برای وضعیت بعد اقتصادی اگه یادت باشه. بذار این صحبتاشو ببینیم بعد دوباره ادامه بدیم. زبان خودش. بله، تورم اصلا قابل قبول نیست. این میزان قیمت گوشت 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر، این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ مثل کپک سرش کرده زیر برف، فکر میکنه مردم یادشون رفته این همون جلاد 67 فیگور اقتصادی میگیره. ببین اگه کسی فکر میکنه که خامنه این جلاد رو آورده یا خود این جلاد قرار مشکل اقتصادی حل کنه، خیلی به لحاظ شعور زیر خط فلاکته. یعنی من پیشنهاد میکنم چه این آدمی رو اگر جزء رژیم نیست، من نفعش در بودن این رژیم نیست، فقط به لحاظ شعور، فقط فکر یه همچی فکری میکنه، به لحاظ شعور زیر خط فلاکته. باید سوار اولین هواپیمای هلیکوپتر کرد، برد دور افتاده ترین منطقه جنگل آمازون کنار گونه هایی که در حال انقراض هستن، که باقی عمرشو در انطباق کامل با راحتی بگذرونه. یعنی همسان خودش هم. همسان خودش دیگه. حالا شاید اونم شعورشون بیشتر از همچی آدمی باشه، ولی بالاخره یه موجودی همینه به لحاظ شعور. بله. آره، البته نظریه اصلی این بود که این رئیسیشون دیگه خیلی جلاد و آدمکشه،
خامنه‌ای آوردش برای جمع و جور کردن اوضاع که بتونه سرکوب رو بیشتر ادامه بده، ولی نه تنها اینجوری نشد بلکه قیام هم میبینیم بیشتر شده، برعکس شده در واقع. یعنی کسی که قرار بود فضا پیام یک دست بودن و اقتدار نظام بده، الان خودش شده موضوع و باعث آشولاش شدن نظام. بله. ببین کسی که وقتی در این منصب نیست، الان خود رژیمی ها میگن، بعدا اشاره میکنیم که آقا این اصلا اولین کاری که باید بکنه خودش از اینو ورداریم از این منصب که کار رژیم بدتر از این نشه. در مورد راندمان این آخوند فقط خلاصه بگم که خامنه ای الان اگه قبلا سرش مثل اون گاوه تو یه خمره گیر کرده بود، الان تو چند تا خمره گیر کرده. یعنی که هم چوب خورده، هم پیاز و هم صد تومن رو. این سعید لیلاس که خودش کارشناس حکومتیه میگه بابا شورش های بزرگ در راهه، چه ارز ترجیحی رو حذف کنیم چه نکنیم با شورش های بزرگ در راهیم. یعنی خودش داره به وضوح با این قدم نورسیده خامنه ای که قرار بود نظام رو مقتدر کنه، سرنگونی رو به چشم و قیام مردم رو میبینه. میبینه. البته یه چیزی هم هست، این قانونمندی گله گرک ها تو این نظام خیلی به نظر سه چون یکیشون که ضعف نشون میده میخواد چشمشون رو هم بذاره، بقیه اصلا میدارن. یه کلیپی هست اینو خیلی خوب نشون میده از مجلس ارتجاع، بذار ببینیم اینو. آیا واقعا موضوع خود رو با قانونی که مجلس داده است قابل حل نیست؟ آیا واقعا موضوع آب که شما شورای عالی آب رو در اختیار دارید قابل حل نیست که اینقدر ما نمایندگان باید در مورد آب و خود رو صحبت بکنیم؟ آیا موضوع نان که امروز نان ساندویچی و ماکارونی در کشور گران شده یا میخواد گران بشه قابل حل نیست؟ شما نباید نسبت به این تازه این خوبشه. ببین این خیلی محترم داره صحبت می‌کنه. یه چند تا نمونه من می‌خونم، واقعا وقتمون محدوده. من چند تا نمونه‌ای که از باند خودشا، نه اون یکی باند مغلوب، یکی از به اصطلاح کارشناسای خود باند خامنه‌ای در مورد وعده‌های رئیسی میگه: متأسفانه فضای سیاست در کشور ما گرفتار چرخه باطلی از مشکلات مزمن و تکرار شونده و وعده‌های خامدستانه. چون آخوند رئیسی یادت هر چی شرور بود به اسم وعده داد دهمه. بله، وعده درمانی دیگه. وعده های خام دستانه برای حل آنها در موسم انتخابات و غیره است و این هیچ اختصاصی به یک جریان و گروه سیاسی ندارد. میگه یعنی همه با هم شیادیم، فرقی نمیکنه، اصلاح طلب، اصولگرا، هر چی، اعتدالی، همه این کاریم، دروغ و پوشال. بله. یکی دیگه از به اصطلاح کارشناسا به این دولت رو چشمه خامنه ای میگه که اسمش هم از مهدی پازوکی اقتصاددانه، حالا احتمالاً اینم اقتصاد در حد رئیسی میدونه، ولی ببین چی میگه. میگه کشور را با رشته معارف دانشگاه ضد امام صادق، گفته امام صادق، اینا دانشگاهی دارن اسمشو دجالگرانه گذاشتن امام صادق. یه مکتب خونه ایه که هرچی خره خنگ و خوره بسیجی رو که نمیتونن تو دانشگاه متعارف بفرستن میفرستن اونجا، از اونور وزیر و وکیل تحویل میگیرن. میگه کشور را با رشته معارف دانشگاه ضد امام صادق نمیتونه اداره کرد. اقتصاد مدداهی نیست. یعنی بابا روزه که نمیخونه، اقتصاد علمیه که باید جواب شکم مردم بدی، جواب مشکلات مردم بدی. ارزش واقعی کسی است که اگر تخصصی ندارد آن را مسئولیت را نپذیرد. یعنی به رئیسی میگه بابا سری گروتو گم کن، داره بیشتر نظامو داغون میکنی. بله. یکی همین ادامه میده: اداره این کشور در دست دامات هاست، از بس که دامات ها بر سر کار آمده اند، اگر پدر و پدرزن این افراد مسئولیت نداشتن به خیلی از این افراد حتی اجازه لبو فروشی در خیابان هم نمیدادن. لبو فروشی شغل شریفیه، اگر چنین رژیمی نبود خیلی از این افراد الان در گوشه زندان ها محکومیت داشتن میگذروندن. بله. میگه دولت دو دولت دامات هاست، یعنی خویشاوندیه. همون که قول داده بود اول جلوشو خواهد گرفت همین رئیسی، بعد خودش جنبنده کرده. بله. این کارشناس باند خامنه‌ای: همه مشکل از اونجای ناشی میشود که آقای رئیسی، همین جلاد، اشرافی به مسائل و مشکلات و اداره کشور ندارد. یعنی بعد از 10 ماه فهمیدن که بابا با جلاد نه اقتدار پوشالی حفظ میشه، اون چیزی هم که رشتی پنبه میشه. ایشان هم در دولت همین وضعیت را دارن و این مهمترین ضعف دولت است. میگه آقا طرف اصلا این کاره نیست، هر چی بیمونه به ضرره. این لیست تمومیت نداره، من باور کنم چند تاشو آوردم. اونقدر از این نکات هست که بابا اصلا یکی گفته بود از این آخوندهای حوزه، گفته بود اصلا ما حدیث داریم که اگر کسی کاری رو بلد نیست تحویل بگیره خیانته، رو به رئیسی گفته بود. بله. الان دیگه بهش میگن آقا استعفا بده فلان بده، یعنی دولت نورچشمی خواهد، چون به رئیسی هم که نیست، چون رئیسی آدم خامنه ایست، این همه به خامنه ای، همه این بده بشون. بله. رئیسی که عددی نیست، کلمه سر قلابه. بله. اون ماهیگیره. بله. خامنه منظور به اون ماهیگیره است. درسته. واقعیت مسلم و سرسخته، چه با رئیسی، چه با روحانی، چه با اون، چه با این، و سرنوشت محتوم این رژیم همچنان که خود اون تا
تحلیلگرشون گفته بود شورش‌های بزرگ و قیام مردم ایران است که همه‌شون رو از همه بانداشون یه جا از تاریخ حذف می‌کنه می‌ذاره تو زباله‌دان. بله خیلی ممنون. بنابراین خامنه‌ای اومد رئیسی رو بیاره که قاتل نونش بشه، قاتل جونش شو. هر کی رو می آورد قاتل جونش. بله چون اصلا ماهیتش بله پایان رژیمه، سرنوشتش تعیین شده است. بله خیلی ممنون بابک، ان شاءالله باز هم در برنامه بعدی با تو خواهیم بود. و بینندگان عزیز، پیک شادی رو با شما ادامه میدیم. خرکیف جنون دل شیدایی خیشم، حیران پریشانی و تنهایی خیشم، با اینکه لجنمال و عباپوش حقیرم، خرسندم و دنبال پول چایی خیشم. ما سینه زدیم، اسکلا رقصیدند، بر ریش و نظام سیدعلی خندیدند. ما پاچخاران صف اول بودیم، از آخر مجلس دم ما را چیدند. سلام عرض می کنم خدمت حضرت آقا. عمرت به سر نمی رسد و تی نمی شود، هی خواستی که نفله شوی هی نمی شود. آفرین. پرسیده ای که کی مخ تو منگ می شود، هر روز و شب عزیز بگو کی نمی شود. راهیست راه گور که باید به سر دوید، با سر سری دویدن و لیلی نمی شود. انشالله خیلی خوب، انشالله موفق باشید. خوبه، شما ها آینده های خوبی دارید انشالله. میان کار سر از کاهدان در آوردیم، میان کار سر از کاهدان در آوردیم، چقدر پشکل از این آشیان در آوردیم. چقدر از توی بیت شما متاع خوب، چقدر پول مفت چنگمان در آوردیم. چقدر از توی جیب تو سکه های زر، چقدر آینه و شمدان در آوردیم. آفرین، واقعیت هایی رو بیان کردید، خیلی خوب آقای بیامانه. آب از سرت گذشت و به فردا امید نیست، داغون شدن هنوز براید بعید نیست. امشب یه حال طنز به من دست داده است، اما تو را دریغ مجال شنید نیست. بی سور و سات عشق چه باده چه بنگ ناب، فرقی میان جنس قدیم و جدید نیست. چه فضای قشنگی ترسیم کردی، خیلی خوب. 57 با سر کوچه نشسته است، چیزی به جز قیام جوانان پدید نیست. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب، دست شما درد نکنه. سیدعلی یا روزخانی را که تعلیم تو کرد، ای گدا بلبل زبانی را که تعلیم تو کرد. آفرین. روزخانی گر نباشد، زندگی پژمردگی است، راه و رسم روزخانی را که تعلیم تو کرد. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. از تو درس مرگ و راز غارتی آموختیم، رمز کشتار جهانی را که تعلیم تو کرد. میدمد در پای منقل دم به دم دود غلیظ، حق بازا شارلاتانی را که تعلیم تو کرد. خوبه خوبه. در جواب هرچه پرسیدم تبسم کرد و گفت، عادل این پاچه خورانی را که تعلیم تو کرد. طیب الله انفاسکم انشاءالله.
یکی از ویژگی‌های شناخته شده آخوندها نعل وارونه زدن و فراپکنیه. یعنی درست در همون جایی که باید حساب پس بدن، یک مرتبه بازی کیبود کیبود را میندازن و بقیه رو متهم میکنن. در همین جریان گرانی ها دیدیم که آخوند علم الهدا میگه مشکلات معیشتی به خاطر بدحجابیه. آخوند رئیسی میگه تقصیر مجلسه که عرض ترجیحی رو حذف کرد. پاسدار قالیباف میگه تقصیر دولته. معاون رئیسی میگه به خاطر قیمت‌های جهانیه. خلاصه اینکه هر کدوم یک روزه‌ای میخونن. نمونه ای از همین آسمون و رسوم بافتنها رو در قالب یک قطعه طنز با هم میبینیم. بسم المقام العظما ولی امر کل مختلسین و المحتکرین و صاحب کل المکارونیجات و نایب نان الباگت فی کل بلاد. ای بنازم به چشمای بابا غوری امام راحل که وقتی گفت اقتصاد مال خره، انگار که همین روزا رو پیش بینی میکرد که چطوری مقام عظما و این یارو رئیسی و گله اقتصادوناش همه مثل خر تو گل گیر کردن. ابرام رئیسی تو تبلیغات انتخاباتیش ای میگفت من سید محرومانم. نمیدونستیم منظورش اینه که میخواد همه رو محروم کنه. من به امت همیشه در صحنه عرض میکنم که آقا اینقدر به گرونی نون باگت و ماکارونی گیر ندید. این دوتا از اسمشونم معلومه که دوتا غذای استکباری و فریب خوردن. گرون شدنشم که اصلا دست نظام نیست. بعد حجابا و فتنه‌گرا دست به یکی کردن، قیمتا رو بردن بالا. گذشته از همه این حرفا، اگه شما بدونید که با گرون کردن نون باگت و ماکارونی داریم سیسمونی طولای چند تا آقازاده رو تأمین میکنیم، به جای اینکه اعتراض کنید قربون صدقه نظام میرید. اگه بدونید با پول گرون کردن اینا هزینه چند تا بدبخت بیچاره مثل حوثی ها و حزب الله و اینا رو داریم میدیم، خدا رو شکر میکنید. عزیزان اینقدر به روحانیت فحش ندید، اینقدر ما رو لتوپار نکنید. والا خود حوزه علمیه الان اعلام کرده که 90% روحانیت بیکارن. یعنی تا حالا این بلاهایی که ما سر شما آوردیم فقط با 10% نیروهامون بوده. میدونید که نظام بدون روحانیت ولایت مدار مثل پیژامه بدون کش میمونه. والا این دم آخری همه واسه عظما شاخ شدن. اونقدر که الان تو نظام شاخ هست تو دنیا گاو نیست. بس دیگه، زیاد فک زدیم، تموم کنیم تا فکمونو پایین نیاوردن. و السلام علیکم. و الان کلی مزخرف گفتیم. براندازم براندازم تو پایانی من آخازم. این که سمش دوباره ای بابا سمش حال زده، باید تمیلش کنم. این دیگه کیه؟ سلام علیکم، بفرما. سلام، خبرنگار هستم، میخواستم با شما مصاحبه کنم. سی داداش، مصاحبه؟ با ما؟ ما را از خوزه میشنسی؟ اختیار دارین، شما معروفتر از این حرفایید. کلیپ به فرهزادتون وایرال شده. پری، بیا ببینیم چی میگه. چی میگه؟
اه من اینو میشناسم، خبرنگار سیمای آزادیه. باشه باشه مصاحبه کن. باشه حالا سوال کن، ولی فقط یه سوال. من از قبل ترتیب پخش لایو دادم، نمیخوام ممبر معطل شن. بله بله، فقط یه سوال میخوام بدونم، بچه تسمیه اسم شماها چیه؟ چی؟ تسمه؟ تسمه نقاله؟ تسمه پروانه رو میگی؟ تسمه؟ تسمه چیه دیگه داداش؟ تسمیه بابا، نه تسمه، تسمیه. یعنی واسه چی اسم شما ممن آنلاین و اسم ایشون فری نغمه است؟ خب همینو بگو. خب همینو میگفتی. از بچگی که بابام سکته زد و از کار بیکار شد، خرج خونه افتاد گردنم. یه تصدایی داشتم و کنار کارگری و دستفروشی با آواز خوندن تقلا میکردم نون درارم. ولی ناکسا مگه میذاشتن؟ کیا؟ دقیقا کیا مزاحمتون بودن؟ هم پاسبونای شاه، هم پاسدارای شیخ. خدا نفلشون کنه، کاری میکنم که به جهنم گرفتار شم. الهی آمین. آره این بود که فاز آوازم رو عوض کردم و زدم تو دنده اعتراض. گفتم دیگه باید صدای اعتراض خودم و مردم باشم. آره فری نغمه، یعنی نغمه اعتراض، نغمه شورش. ایول فری. منم از بهار عرب بود که دیدم باید رفت یه حالی به مجازی داد. گفتم باید بریم فضای کف خیابون رو ببریم تو مجازی. داش فری هم همینجا تو کف خیابون پیداش کردم. با انبوه هنرهای ناچیزم از اون موقع تا الان در خدمت ایشونیم. آره داداش. حالا که جوابتو گرفتی مالیاتو بیا. یعنی چی داداش؟ یعنی باید تو لایو ما شرکت کنی. بریم. بزن و بکوبه عزما با کله تو جوبه، امامش هم سر چوبه، داره آتیش میگیره و داد میزنه تموم کار، داد میزنه تموم کار. بسیجی با چشم گریون آشولاش توی خیابون، پاچه چش دوتا بدم جون، داره آتیش میگیره و داد میزنه تموم کار، داد میزنه تموم کار. دست میخواییم عزما رو تیلیت کنیم. مشت ممل وقتی بشه روونه، ناز شست ممل فکه ولی فقیه و میپکونه. شد یا چیزی فری تو کار کوکتل و آتیشه. مرسی داش فری. هیچکی حریف ما ستا نمیشه. چی؟ کدوم ستا؟ خبرنگار سیمای آزادی هستم، هر جا که عزما تیلیته من اونجا هستم. باز بکوبیم مشتامونو تو سر نظامش، شوت بکنیم عزما رو تو شکم امامش. موقع بزن و بکوبه عزما با کله تو جوبه، امامش هم سر چوبه، داره آتیش میگیره و داد میزنه تموم کار، داد میزنه تموم کار. بسیجی با چشم گریون آشولاش توی خیابون، پاچه چش دوتا بدم جون، داره آتیش میگیره و داد میزنه تموم کار، داد میزنه تموم کار. دوستان عزیز، با آرزوی بازگشتن شادی به قلب‌های همه هموطنان و تحقق ایرانی آزاد و شاد، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم و امیدواریم که این برنامه پیک شادی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دلتون خرم و لبتون خندان. Yeah.